یک کمیسیه مخصوص در ناحیه مسجاه تحقیق سببهای اصلی خروج بیماری زردپروین در روستای فردوسی این ناحیه را شروع میکند. مقامات ناحیه میگویند حدود 60-70% گرفتار شدگان از این منطقه میباشند و برای آنها ناروشن است که چرا در این روستا ساکنان به خصوص کودکان از زردپروین سرایت مییابند. مظفرخان بهادروف سرطبیب ناحیه مسجاه در صحبت با رادیو آزادی گفت سر از 6 سپتامبر کمیسیه مخصوص به کار خود شروع میکند و باید منبع اصلی خروج بیماری زردپروین در روستای به نام فردوسی را معین کند. جناب بهادروف گفت لیکن ما به واسطه همون و خدمات نظارتی سانیتاری اپیدمیولوژی همون منبع سرایت گفت ساتیم از کدام منطقه که همون زیاد باشد اگر همین بیماری زردپروین همونجا ما باید که همین سیست کووید و منبع سرایت رو معین کنه از اشتاد چیز هست او بایی می چه کدام همون نمودش هست می در حالی که طبیبان ناحیه مسجاه افزایش بیماری زردپروین در روستای به نام فردوسی این ناحیه را با وجود منبع سرایت در میان بیماران دیگر مینامند، ساکنان تخمین میزنند که این همه از آب نوشاکی است. همصحبتان ما از روستای به نام فردوسی میگویند آب نوشاکی آنها طریق چاه عمودی از زیر زمین کشیده میشود و قبلا شبانه روز به آنها رسانده میشد. اما به گفته یک همصحبت ما در پی قرضدار شدن از برق، مسئولین قبلا دوام یک هفته دادن آب نوشاکی به ساکنان را قطع کرده بعدا آن را ریجوی کردند. حالا به ساکنان این روستای به نام فردوسی تنها صبح و شام آب نوشاکی انتقال داده می شود. در پی افزایش بیماری زردپروین در روستای به نام فردوسی مسئولین باغچه محله نیز تمامی کودکان به خصوص محصلینی که از آیلهشون کسی به زردپروین گرفتار شده است را از تشخیص گذراندند. روستای به نام فردوسی در حدود جماعت آبردان ناحیه مسجاه جایگیر بوده، بیشتر از 6000 اهالی دارد. ساکنان این روستا اساساً به دهقانی بخصوص به کشت چهارمغز زمینی مشغولند.